من نمیدونم تو این خونه شگل دم آش بزم جارو کشم حمالم رمالم جاسوسم خبرچینم. تو همه کاره این خونه عزیز من. رشید! بله، کی اول منو صدا کرد؟ من میگم من گفتم من یه بلایی سرش میارم و مرغای آسمون به حالش واق واق کنم. اینو بگیر ببین، بزن تو آب، اون آبو بریز تو غذایی که امشب میخوای بدی به خوردشون. برد سعی میکنم تا دوغ بیاد. اینم یه دوغ اعلا با طعم نعنا. دست قهرمان رشید، حالا چی کار میکنی؟ من با اربابم کار میکنم، ارباب شوکت. اربابه تو زنه؟ بله. وقت کجا کار میکنی؟ خونش کجاست؟ ما اینجا نیستیم، ما همش خارجیم، بندر شانگهاییم، بورس شانگهای دستمونه. من یه نفر برات سراغ دارم. جدی؟ یه رو که بهت گفتم قهرمانه. خب رفیقم. آها، این ارباب شوکته. خب این وضعش خیلی خوب. آی پول داره. یعنی از منم بیشتر داره. بابا تو که در برابر اونی یه شی پیشی. نه. ها. این مواشیلی که گفته. ها. میشه مواشم؟ به آره. ارباب شوکت تشریف فرما میشوند. خب جماسا جلو نیا، اجازه ندادن. خیلی خوش آمدید. قلم رنج فرمودید سرکار خانم. بفرمایید. من دنبال کسی بودم که قابل اعتماد باشه و بشه تمام مستقلات و املاک و داراییمو بهش بسپارم. همین. دلم میخواد که اینها همه به موقع اجاره برن و اجاره هاشون استرداد بشه. بله. به موقع خرید و فروش بشن. باش. و مولای درزه هیچ کدومشون نه. نمیره. قرار بعدی ما در تجارت خانم که قهرمان هماهنگ میکنه وکالت بلاعزل بدم در مورد تمام اموری که گفتم. برو قشنگ دورو برشون بپر، یه سر گوشی بجون بود ببین چی کار دارن میکنن، مردن زندن اثر کرده یا نکرده. یواش حالی داری؟ وای اجازه میده ننم یه سرشم دوغم خوردید؟ هم دوغ خوردیم هم نوشابه. قیافه شو خدا وای خاک به سر این جادوگرت کنم. چرا؟ زعفرونا عمل کرد. خب این بروری جادوگرت عمل نکرد. یه رفیق من پیدا کردم، چندین ساله میشناسمش، 10 ساله زدن دنبالش بودم تا پیدا شد. ببین مثلا پیشگویی میکنه که یه وقت زینت افتاده تو مردی. تو بیا تو سال خرگوش قصه ما رو بکن گوش، شادی رو بسپار به یاد و غم فراموش، شادی جمع کن غم فراموش، شادی جمع کن غم فراموش. شاد و شنگول توی خونه با فسانه و ترانه، نوبت چا خان پخانه، نوبت چا خان پخانه، نوبت چا خان پخانه. ای حبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. آخ گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، میخوای بکنی میخوای نکن، در گاراژ درو وا بکنم یا نکنم، میخوای بکنی میخوای نکن، فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم، میخوای بکنی میخوای نکن، ماشین عشق تو پنچر بکنم یا نکنم. های لای 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 لای
ها؟ یواش کسی نفهمه. عکس کیه؟ خوزه بیا. عکسه اینه. یواش. ببخشید خانم، من چشمام ضعیفه. عکس متوجه نشدم، سوال کردم عکس کیه؟ حالا فهمیدم عکس شماست. چه برازنده و شیکم هست. میخوای چیزی بلند کنی؟ محو زیباشناسی بنا شدم. تو محو زیباشناسی این بشو، این به دردت میخورد. این چی؟ ببخشی خانم، این میدونه حسن آباد نیست؟ چه ویوی قشنگی. بله ویو ابدیه. شما مگه اینجا پیاده نشدین؟ با تیاره آمدین؟ نه خیر، ما با بالون اومدیم، با پشت ما پیاده شدیم، از راپل آمدیم پایین. وای خدا. خنده برای چی بود؟ دروغ میگه. با موتور گازی، من یه موتور گازی دارم، خب؟ با این میمدیم، اینم عقب نشسته بود اینجوری یه وری اینجوری ها؟ هی اینجوری میرفتیم دروازه حسن آباد، میمدیم حسن آباد، هی اینجوری میکردی؟ خوبه باد نبردتشون. آخه یه پر کاهه، تو رانندگی بده. نه اصلا باد نداد اونجا. بله بله راحت باشید. چشم نشید. ببخشید. گفتم راحت، نه اینقدر. قهرمان، قهرمان آدم باش. تا اتخایی میکنم من. شما حالتون خوبه که الحمدلله. بچه هاتون خوبه؟ من بچه ندارم. شوهرم نداری؟ نه خیر، دل خوشی از مردا ندارم. ببینید ایشون یه بونگا داره به نام شوهریابی. یه وقتی که خواستید مدارکتون رو جور کنید بیان اونجا تو صف وایسید، ولی کاری که ما میتونیم براتون انجام بدیم، میتونیم استعصف بیاریم ادون اول که اولین شوهر به شما برسه. سر پیری؟ جا؟ سر پیری؟ معرکه گیری. سبد بیار جوجه بگیریم. قهرمان خب اگه اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب. برو شما از ته مطلب شروع کن. میخوای هر دوتاش سر رو ته کنیم بعد شروع کنیم؟ خب مظفر، بالاخره نتیجه این چکای برگشتیتون چی شد؟ به کجا رسید؟ خیالتون راحت خانم، کلیه چکا رو پرداخت کردم، با همه تصویر حسابش کامل شده. الان انگار من تازه به دنیا آمدم، چشمم رو باز کردم، برای اولین بار مادرمو دیدم. برای اولین بار باید قابله رو ببینی. مادرش قابله بود. دیروزا تمامی طلبکارا رو گفت بیاین مغازه، اومدن چکاشونه یکی یکی گرفت. آفرین. و یه چکی کلی بهشون داد. آفرین. چکشم امروز برگشت. چرا برگشت؟ خب حتما دلش تنگ شده بوده واسه رئیس بانک. البته خودش هم برگشت خورده. به کجا؟ زندان. زندان؟ البته من برای ملاقاتی که از دوستان رفته بودم زندان. رشید جان و چطوریه برای یه ملاقات 10 سال زندانی بریدن؟ او 10 سال طول کشیده دوستشو ببینه. چه قشنگ مالا میکشی. شما زندانی بودین؟ آره خانم، چون من از خیرین به نام هستم، در زندان به ملاقات زندانیان میرم که بدهکارن، به ملاقات بیماران در بیمارستان میرم، به ملاقات سالمندان در خانه سالمندان میرم و از این کارم هم اصلا خسته نمیشم، چون کار خیره. بله، برای ملاقات ارواح تشریف میبرند قبرستون، هرچی میوه و شیرینی هست جمع میکنه توی پلاستیک و ور میدارد میاد خونه. یعنی برای کمک به خیریه و امور خیریه؟ نه، یختش هم میخورد، بقیهش هم میرفوشد. آخه در آمدی ما از همین راست.
پس خوب شد اون روز مغازتون چیزی نخوردیم. اون یخته حلوا بود یادم رفت بیارم برای هم بهتر نخوردیم. من خودم شخصا برای یه کار مهمی رفته بودم دادگستری. من بلد بودم. یک صفحه طولانی دیدم. آه حتی صفحه برنج بوده. تو دادگستری؟ گوشت و پنیر نبود. تو دادگستری؟ کوپن بنزین. تو دادگستری؟ سوال کردم صفحه شاکی های جناب عالی بود. کجا این خانم؟ الان تو دادگستری یه شعبه زدن به نام شعبه مظفر. خب اینم نشونه اهمیتشه دیگه. نگاه شو قیافشو عین 6 تا با پول خوردن. خانم این یک تشابه اسمی بوده. از برند من سوء استفاده کردن و به نام من کلاهبرداری کردن. شما مواظب باشین از برندتون سوء استفاده نشه. راست میگید خانم. از چهره ایشون هم سوء استفاده کردن. چهره؟ آره. چطور؟ یه برند بود، کت شلوار فروشی، مدل لباس بود. آلن دلون باید این کت شلوار هم میپوشید و اینجوری راه میرفت. یخته که راه رفت یهو گفت من نمیتونم. چرا این خشته که من پارس؟ وقت بعد یه دفعه آقا برندش گوش بدن، برندشون چی کس خورد؟ اومدن دنبال این، اینا ورداشتن رفتم کت شلوار رو پوشید و این نجات داد برند آلن دلونا. بعدم آلن دلون بهش زنگ زد گفت سلام موزی، میبوسم ات یه روزی. موزی بذار لمست کنم. آه موزی گونه هات کجاست؟ برداشتی؟ چقدر دماغت قشنگ شده. یه عمر ادامه یه هنری و مدیون تو هستم، همانطور که مدیون صدای رشید هستم. خدافظ. میبینی خانو، میبینی چه سوء استفاده هایی میشه که من خودم از یک هزاره بشم خبر نداشتم. رشید اگر بازم هست به من بگو من در جریان باشم. صفت شاکیت تو دادگستری ممکن دو برابر بشه. آره آره من میگم خانم از اسم ایشون خیلی سوء استفاده کردم، حتی اومدن به نام ایشون پشمک زدن. شما پشمکاشون دیدین؟ ما هم که قندمون بالاست. خیلی خوب خانم، ببینید ما انواع اقسامی پشمکا زده، زعفرونی، وانیلی، کاکویی. آره اینا رو زدم. شما البته ایشون برای هر سلیقه‌ای این دونه پشمکا رو زده. کدوم آشا شما میخورید؟ کاش یه دونه این مجسمه‌ای که برنز است میبردیم اینجا. راست میگی خانم شرمنده. آخه میدونی من تو سمساریمو رو کار برنز خیلی سیلی برنز دارم. بله. مثل سماور برنز، سینی برنز، مجسمه برنز، حتی مدال‌های برنز. تعداد زیادی از این قهرمان ها که به فلاکت افتادن امیدوارم مدالاشون فروختن به من. بله خودشون هم مدال آوردن. کاشکی مدال بگو بهشون مدال آورده. ای شما قهرمانید؟ قهرمان منم. خب مدالت کو؟ اینها بخشیدم. قهرمان ساکت. خب شما توی چه رشته ای مدال آوردین؟ تو رشته پرورش اندام. نگو ریا میشه. پرورش اندام؟ بله. یه فیگور بگیر. نه نه ترک میخوری خانوم. چند وقت پیشا تو مغازه اومد یه فیگور بگیره اینجوری کرد. اوه اون وقت چند جاش ترک خورد، معده‌شم در رفته بود. به جون تو این حقش هم طلا بودا، ولی اون دو تا شرکت کنند ها اول یه دو می رفته بودن داور خریده بودن. من تو مسابقات قوی ترین مردان جهان دیدمش. نه بابا. آره جای نیزه پرتش میکردن. راست میگه اوستا من خیلی لجبازه، هر کی که هر جوری میخواست اینا پرت میکرد میرفت تو اون نقطه که خودش دلش میخواستا، مثل گربه نیمه. آره اوستا من تو خبرها خوندم همه مساوی شدن. بله بعد خانم کارشناسا اومدن ویدیو چک کردن دیدن عیب از این نیزه بوده. ببخشید خانم شما رو برنز کار میکنی؟ نه ما فقط رو طلا و الماس کار میکنیم. باشید سوال کنم چند تا لنچ و کشتی دارن؟
البته ما هر روز نتونستیم بشماریمشون. نه که حرکت میکنن. هی اینگه میرن اینا. ما هم چیزهای متحرک رو نمیتونیم بشماریم. من چند بار خواستم بشمارم. سرم گیش رفت افتادم تو دریا. بله. نمیتونم. نه. منظور اون سامایی این بود که. خب شدی؟ داره خوبم. نه منظور اون سامایی این بود که خانوم شما کشتی تایتانیک هم دارید؟ اتفاقا خوب شد اسم تایتانیک آوردین. چون از یک کمپانی در بالیوود به من پیشنهاد شد برای سرمایه گذاری در ساخت فیلم تایتانیک 2. مظفر شما تا حالا سینما رفتین؟ فیلم میدونین چیه؟ بله، بنده باید به استحضار حضرت عالی برسونم جهت آگاهیتون. من سابقه طولانی در سینما و کار فیلم دارم. بله، خدمتون عرض کنم که ایشون اولین توضیح کننده کیک و نوشابه بود تو سینما، در داخل سینما. ولی از بس که سر و صدا در می ورد و اینا، خب مزاحم همه بود که بیرونش کردم. چرا؟ چون هی سر جلو این می رفت، نمی زاش جلو اون می رفت، فیلم ها نمی تونستن ببینن. هی جلو هر کی می رسید کیک نوشابه کیک، یک صدایی از خودش در می برد. خب می گفتین اولین فیلمتون چی بود؟ من اولین فیلمی که بازی کردم خانم دختر لور بود. دومیش هم پسر خلق. آره، اتفاقا نقش پسره را ایشون بازی کرده بود. دختر لور؟ بله. شما مگه سنتون به دختر لور میخوره؟ خانم اینا خب تو کوچه داشتن با هم بازی میکردن، به چه بودن؟ با دختر لور؟ بله. آره، مگه نمیشه با دختر لور؟ چرا؟ خدمتتون عرض کنم، من دستیار کارگردان فیلم پیرمرد و دریان بودم و اسپانسر فیلم ناخدا با خدا. خانم فیلمایشون اینقدر جالب و جذاب بود که تماشاگرها رو صندلی میخکوب میکرد. بعدم وسطی کار تماشاچی خسته میشد، مجبور بود بلند شد با همین صندلی برد بیرون. اینجوری میرفت بیرون، بعد اینجوری که میکرد. ببخشید، بعد تماشاچی در خروجی کجاست؟ بابا بشین فیلمو ببین. مظفر، کفایت مذاکرات رو اعلام میکنم. اگر سرکار خانم اجازه بدن بریم جهت عقد قرارداد. یه بار عقد عروسی با هم بگیرید، خرجمون هم کم تر میشه. مگه عروسی داریم رشید؟ منظورم قرارداد وکالته. من از قبل نوشتم و آمادش کردم. قهرمان ببخشید. قهرمان حالا بشه باشه، برو برو ببین چی چی گفت. بخونش بخون دیگه. با اجازه. موی سفید توی آینه دیدی، لا 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 لا، زود پریدی یه رنگ مو خریدی، لا 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 لا. رشید، گفتم متن قرارداد رو قرارداد کن. ها متن، از روش بخونم این آره. چشم. بازو تفاوت نامه. تفاهم نامه. به به، چه تفاهمی. این تفاهم نامه بین سرکار خانم الیه. درباره الیه؟ بی سواد، سرکار الیه. نه خیر، مثل که شما خبر نداری. این قضیه جدایی موزی زیزیه. قهرمان، این چرت و پرتا چیه؟ زیزی کیه؟ موزی کیه؟ اینا رو این تو نوشته؟ ساکت. سرکار الیه شوکت خانم با مظفر موزیزاده. موزیزاده خب چه فرقی میکنه؟ تا رو که همه میشناسن. 14 بابام قازه. ابله 14 باب مغازه. ابله 14 باب مغازه. درست بود ابله خانم؟ بیسواد. 20 باب منزل مسکنی. مسکونی. 120 هکتار زمین شالی بافی. بده من 20 با چی میخونی؟ شالی بافی، شالی کاری. با اجازه شما بفرمایید. در شهرهای شمالی
200 هکتار باغ میوه در شهرهای شمال و 500 هکتار در شهرهای جنوب. همچنین همگی صحیح و سالم تحویل جناب آقای موزی زاده گردید. موزی زاده؟ بله خانم، حواس برادم نمیذاری رشید. خوب این قرارداد در دو نسخه تنظیم که هر کدام حکم واحد دارد، فقط میمونه امضا خانم. حکم واحد داره؟ بله. یکیش باید حکم مینیبوس داشته باشه. بنده تعهدنامم نوشتم آماده است. بریم سر میز. همینجا تعهدنامتون رو بخونین. بشتر. برای امضا میریم سر میز قرارداد. بله. برای شام میریم سر میز. گم نکنی یا؟ کدومشو بخونم؟ دو تا در. این جانب مظفر موزی زاده تقلب میکنم. تقبل میکنم عزیزم. همین که این گفته. بله، تقلب میکنم که از کلیه اموات. کلیه اموات. نه، منظورم ببینید کلیه اینا که میمردن امواتا میرفت کلیهاشونا میرفخت و برونز میخرید. چی داره بگیرش چرتو به تحویل میدید؟ تو نوشتی؟ کلیه اموال. اموال. ببخش. به نحوه حسنت. به نحوه احسنت. یکیشو ندیدم. نه. به نحوه حسنت. رشید. بله. در حراس و حرس تو. در حفظ و حراست. اینم یک داشت ندیدم. خیلی من خودم کوشایت باشم. کوشا باشم عزیز من. در حفظ و حراست کوشا باشم. کوشا باشد باشم. امضا ملوک. امضا مالک. مالک. امضا واشر. مباشر. قربون شکر. امضا مالک، امضا مباشر. تموش. بسیار خوب. به. حالا برای امضای تفاهم نامه و تعهد نامه میریم سر میز. نه به جونش. ما حالا که اومدیم شام خوردیم، نهار خوردیم. فقط رشید. میز قرارداد منظورم بود. قراردادی شما هم نمیشته بودید؟ بفرم. بله، من بله پیش نویسه. اصلش اینه. بفرمایی؟ این جلو نویسه ای؟ نه، پیش نویس قبلا نوشتیم. بفرمایی. بفرمایی. چه امضا؟ هیچ وقت امضا نمی کردی، انگوش می زدی همیشه. سواد داری؟ یعنی سواد داری؟ مبارک باشه. مبارکتون باشه. ایشالله به پا هم پیر شید. نه اون مال اینجا نیستش به پا هم پیر شید. یعنی قرار داده. فقط باید بگی مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک. ممنون. بفرمایی. بفرمایی. متشکرم. بلده بخونی؟ خواهش میکنم بفرمایین برای پاره از توضیحات خبرنگارا منتظرن پشت تریبون. باشه، چشم. شما سرور ما هستین، حق تقدم با شماست. خواهش میکنم شما اول بفرمایید. خواهش میکنم، شما مهمان ما هستید، عزیزید.
خانم حتی در تصور من نمی گنجه که چنین جسارتی بکنم. خواهش میکنم بفرمایید بابا. وقی برو دیگه خانم. خواهش میکنم. کجا باید کجات خو؟ حتما باید دستور بدم. نه خانم اطاعت میشه. بفرمایید. خانم بیا تا خودمون بریم. کجا باید بری؟ بیا هر جا میخوای میری. شما نه شما. البته برای من باعث افتخاره که مباشرت و وکالت سرکار خانم ارباب شوکت را در امور اقتصادی، تجاری و بازرگانی بر عهده بگیرم. ببخشید. بله. و این نکته را باید متذکر گردم که با توجه به مشغله های فکری و کاری عدیده ای که دارم باید از خیلی منافع حاضر و بالفعل گذشت کنم برای منفعتی که بالقوه و نامعلومه و با داشتن سوابق درخشانی همچون وکالت بانک های بین المللی کره شمالی و کره جنوبی. نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی. بله. همچنین ببخشید من تصحیح کردم. ممنون. همچنین بانک بین‌المللی آلمان غربی و آلمان شرقی در دوران جنگ سرد. و آلمان شرجی. بله. وای اینقدر خانم اونجا تو این آلمان شرجی هوا شرجی و گرمه که آدم میپزد. همچنین بانک منحله اتحاد جماهیر قطب شمال و جنوب و قطب یزد. بله. یک پشم کای داره اونجا. بله. عرض می‌کردم برایم کسر شأن داشت، اما به خاطر شناختی که از این بانوی محترم پیدا کردم که فردی پشتکارگیر، فعال، کارآفرین و نجیب هستند. بله، ایشون سرمایه دار شناخته شده فراری هستند که البته پولشون از پارو میرد بالا. اتفاقا تنها چیزی که در تمام عمر بهش فکر نکردم و برام بی ارزش بوده پوله، و آنچه که برام مهم و با ارزش هست انسانیت، اخلاق، نجابت و شهامت و شرارت. رشید خب اینا رو نگو که من اینم بگم، قشنگ حرف بزن. و از همه مهمتر رسیدگی به محرومین. باریکلا خانم به محرومین اینقدر رسیدگی میکنه. این بازیکنا که تو فوتبال محروم میشه ایشون دوباره برشون میگردونه یه پولی ازشون میسونه، ولی نمیتونه بعدم میبردشون آخرش تو باشگاهی پرورش اندام خودش. و معلوم نیست اونجا چه خاکی بستن. لطفاً خفه. چشم، متشکرم از اینکه گفتی. اصلا اجازه بدید من بتمرگم. راحت باش. من خیلی خوشبختم که به اطلاع کلیه سرمایه‌داران عزیز برسونم، چنانچه سرمایه‌شون رو به دست من بسپارن. دیگه رنگش رو نمی‌بینن. فقط رنگش رو می‌بینن. نه خیر، منظورم اینه اگر سرمایه سیاه و سفید به من بدن رنگش می‌کنم، تقدیمشون میدم. مگه سرمایه تلویزیونه که سیاه و سفید داشته باشه؟ منظورم اینه که من ارزها رو رنگ میکنم و تحویل میدم. مثلا رنگ سبز دلار، رنگ قرمز یورو، رنگ آبی استرلینگ. برو. خلاصه کاری میکنم که تمام ارزهای خارجی با عرض معذرت از جلوی ارزشون رد بشن. در پایان امیدوارم بتوانم کاری به نحو احسن انجام بدم که شایستگیشو داشته باشه. ایشون شایسته است؟ من فکر میکنم ستایشه. بخور، بخور. بزن این پشتشون لطفا. خوب شده. بفرمایید. بهرمان اون به درست. اول از هر چیز خوشحالم که فردی امین و درستکار رو انتخاب کردم.
که از این انتخاب خواهش میکنم به خودم تبریک میگم. منم تسلیت میگم به تو. چرا تسلیت؟ چون وقتی مراسمی ختمی سرمایت نگرفتی دیگه همه بهتون تسلیت میگم. رشید بفرم. عقد این قرارداد گام مهمی در جهت توسعه و پیشرفت تجارت و کشاورزی و بازرگانی محسوب میشه. باش. و من برای این تفاهم نامه به خودم میبالم. اول بال میزنید، بعدش پرپر میزنید. من به عنوان صاحب سرمایه و مظفر به عنوان یک کاردان ممتاز و موفق این پیوند مبارک رو رقم زدیم. من خوندم رقم توش ننوشته بودا. مظفر از شما یک سوال دارم. بفرمایید. شما که انسانیت، اخلاق، مرام، نجابت، شهامت مد نظرتون بوده؟ بله. چرا سعی نکردین در وجود خودتون اونو پرورشش بدید؟ خانم، اصلا وقت نمی کنید. همش باید برسد به باشگاهی پرورش اندامشو اون بو قلمون صفتا را باید پرورش بده. بسیار خوب. من این تفاهم نامه رو به فال نیک میگیرم و انتظار دارم که به سرعت هرچه تمامتر آقا مظفر کارو شروع کنه. خانم شما خیالات راحت باشد. ایشون قبل از اینکه شما به دنیا بیای این نقشه را میکشید که چطوری پولدار باشه. ایشون از نظر سوق جشی و منابع کشاورزی و طبیعی در حد رتبه دانشگاه و زایشگاه بوده. یعنی فقط به فکر پولدار شدن خودش بوده؟ نه خانم، منظورش اینه که میخوام کاری کنم سرمایه شما چندین برابر بشه. آره. امیدوارم همینطور باشه که میگید. بله. در این لحظه ختم جلسه رو اعلام میکنم. و فاتح پولادم بخور. متشکرم. بفرمایید. نه بابا، جدی میگوی قهرما؟ آمارا در آورد. وای خب حالا چی میخواییم بگو؟ تو بهش بگو؟ اوسا ای بابا، این حاصل حالیش نیست. هی میره توی اتاق، از رمیت میره توی اتاق. با نه بابا، چند تا چک بوده؟ با تو هم ها چک برگشت. وای اینا را چرا؟ حالا تو میخوای چی کار کنی؟ یه راهی بذار پیشی پامون. دوزی؟ نه بابا، کاری این نبوده. اوسا، اوسا، اصلا نه بابا، من گفتم من تضمینش میکنم. چه شکایتی؟ کجا پرونده کجا بوده؟ نه باغ؟ دوزی باغ؟ کدوم دوزی؟ اوسا دوزه؟ اوی نه بابا، نه این زمینه که دم این رودخونه بود کار این نبوده. با تو اما فایده نداره، زد اسم به سرش. آره حالا گوش، گوش، اوی الو، دوباره در رفت. نه اون بابا، اونا که من باش بودم دمی رودخونه شکایت نکرده بود. الو، این دفعه هم در رفت. چی کارش کنم؟ او چطوری آمارش در آورد؟ او اینا را همه را بذار من اینجا جلوشه بایس یه لحظه. گوشی گوشی حالا این دفعه بیا بیرون تا بهت بگم. اوسا خب بیا بس همین پایین برو. اوسا
وای بیچاره شدیم که چه کسی هم خواستیم مباشر کنیم با که دوباره که اومدی بالا نگاه کن استلوله بخاری اوی بیا دم پایده بسو خره اوسا تو حقت بیش از این نیست لیاقتش نداری نگاه کن ها زمینی دیگه تموم شد حالا هوایی میری یا میای افتاد پا خره بابا بیا برو کاریت دارم رد نشی ها چی شده؟ کاریت دارم چیه؟ بابا گاومون زاید بیا اینجا یواش میشه اینجا چی شده؟ بیا جلو این کسی نفهمه الو ببخشید بخواید قهرم ها آقا تو یک کاری دمت گرم باشد خداحافظ چی شده؟ قهرمان زنگ زد گفت که ارباب شوکت تمامی آماری تو رو در آورده چه آماری؟ چند تا چکی برگشتی داشته ای چند تا کلا برداری داشته ای چند تا شاکی بابا اون گفت شاکی ها تو صف وایسادند آخ 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 رشید همه چی از دستمون رفت چه نقشه ها کشیده بودیم حالا هی بیا پای برو از اون برو رشید من رفتم شمار زمیناشو دیدم نه بابا با چه تجارت خونه ای کشتی آخ 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 بیچاره شدیم بدبخت شدیم رفت باقاشو دیدم چه زمینایی چه املاکی آی یواش تمام این فتنه زیرسنی نسناز نوکرش بوده میدونی چجوری نگامو میکرد بد کسی بود همون اول از چشمش فهمیدم همین بدبخت یه راهی گذاشته لپامو کدوم راهی راهی وجود نداره بابای بالاخره گفت یه راهی هست نیست. یه راهی هست که دیگه نیازی به وکالت و اینا هم نداری یعنی چی وکالت قبول نداره مباشری قبول نداره چه راهی هست که من میتونم صاحب احوالش بشم اصلا غیر ممکنه اون گفتا نیازی به وکالت نداری این راها گفت عزیز من این چه راهیه که به عقل آدمی زاد نمیرسه به عقل این جن رسیده خب چی هست او میگفت که تو اوسارا راضی کن خب راضی کردن ارباب شوکت با من واسه چه کاری راضی کنی؟ چه کار باید بکنم که تو من راضی کنی؟ شما بله را بگو بله برای چی بگم؟ به چی بگم بله؟ وای وای یعنی چه؟ واسه چه کار باید بکنم؟ برای چی بگم بله؟ تو از من چی میخوای که من بگم بله؟ اونا نمیخوای، اونا باید بسونی کدومو؟ شوکت شوکتا... تو زده بستره دیوونه چی داری میگی؟ اونو دیوونه خودتی از خودم میرم میسونمش شوکت میگه زن من بشه خب آره آره او بلا آواره منو داره چه کار برگشتیمه میدونه پرونده های کلاوردی رو در آورده چه کاریت همو میدونه میدونه من دوتا زن دارم بابا قهرمان گفت میگه نمیخواد صاحب ملک و اموالش بشه چرا؟ خب گفت بیاد خودش بگیره دو وقت صاحبی ملک و اموالش میشه دیگه آخه چجوری میتونه اون راضی کنه؟ به عقد تو آدمی زاد نمیرسد ولی به عقد اون جن میرسد آقای عزیز او الان از تمام آمار من خبر داره جریان پرونده ها چکا برگشت اینا فردا بفهمه من دوتا زنم دارم راضی میشه زن من بشه؟ شما بله را بده اونم بله را از اون میگیرد او وقت تو میشی صاحبی تمامی ملک و املاک ای نادون الان آمد من بله رو بگم این زیزی گلو و گوزیلا رو کی میخواه راضی کنه؟ اوسا تو چی کار به این کارا داری؟ رگی خوابی این دو تا و دستی منه من درستش میکنم عقد دائم ارباب شوکت در بیاورم؟ بله رشید بله بیا ببینم چی کار داری میکنی؟ چی کار داری؟ ای وای بیا اینجا ببینم میگه چی کار داری چی کار داری تو نمیدونی من با تو چی کار دارم؟ بابا من منتظرم بفرما ببینم
این پیشگوه پس چی شد؟ مگه نگفتی الان میاد؟ ده خب بابا یخته دندون به جیگر میگی؟ ای من وایسادم اونجا چشم راشم دارم نگاه میکنم هر وقت اومد میارمش. بابا این دختره بو میکشه، من با بدبختی مظفر و این دختر ایکسپیره رو فرستادم بیرون، کلی پول گذاشتم تو جیبش واسه این دختره خرج کنه یه 3-4 ساعت نیاد خونه، الانه که سر برسنم من بدبخت میشم دیگه. الان بابا الان میاد اینا رفتن سیسمونی بگیرن یاخته دیر میشه. چی بگیرن؟ سیسمونی مالی ببره وچه. وای رشید دست تو، مگه قرار این دختره زایمان کنه که میگی سیسمونی بگیرن؟ چرا چرت و پرت میگی؟ بله چی بله؟ بس که اومدش اومد؟ اومد آره بخی بار کار دارم خود تو رو ده بگیری یا یه چی سرت بفرم رشید. به 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 سلام سلام خوبی؟ قربان شما میگم ها این دیگه اطلاعات چیزی دیگه نمیخوای همه چی به دادم کامل. تو هم بهش گفتیم؟ آره آره کامله؟ بفرم چیزی نمونده؟ نه بیا بیا یا الله بفرمایید بفرمایید خوش اومدید بفرم آره بایدام هی امو اینجا عزیزم سلام آقای قرار خوش آمدی بفرمایید ببخشید ایشون نه پیشگویی میکنه همیشه میخواد پیش بره. نه مگه اون ورابت بشینی؟ نه زن میشم اینجا چه دوتا تخت گذاشین؟ چی؟ دوتا تخت گذاشین؟ آه هنوز دارد این رای خودش هم بلد نیست وقت میخواد پیشگویی. خوش آمدی خوش آمدی چشم سلام سلام علیکم سلام نه شما جواب نده شما سلام رشید این دوتا میبینه این با کی داره حرف میزنه؟ با خواهرتون هم دیگه خواهرم دوقلوی بله بله ببین رشید جان من دو نفر آوردی دو نفر آیندهشو بگم دوتا پول میگیرم باشه من بعدا حساب میکنم رشید میگم این جلوشو نمیتونه ببینه اون وقت چجوری میخواد پیشگویی کنه؟ خب این داره ده از آین داره الان داره میبینه که میخواد پیشگویی کنه فو. تو کاری نداشته باش خب آماده این؟ بله بله شما که 45 سالته چجوری طاقت نداری؟ خونده باید صبور باشی وای رشید سه منم میتونه باری کلا باری کلا شما که روسری آبی داری؟ روسری آبی بله چشش اینجوری هست ولی رنگ روسری رو درست میشه میدونه استقلالی بله شما که همسر آمیرزایی منظور شما مظفر دیگه مظفر بله خب بله بله همسر من شروع کنم پیشگویی کن آره خب باید سکوت داشته باشین چشم چشم البته میدونم برای شما خیلی سخت ساکت باشین اینم میدونه تو از کجا میدونی من دوست دارم زیاد حرف بزنم ده ثانیه ساکت باشم خیلی سخت ده ثانیه برای دارم چشم چشم خیلی آشون بینزه شد نه ترس نه ترس این نیشت نمیزنه نه ترس به چه ماره را دوتا اتصال برقرار شد خب چی بگو بگو چی با دنیای ماورا اتصال برقرار شد خب چی میبینی آقا زود بگو بابا ده ثانیه سه ثانیه اش گذاشته سب دومونگه عجله نکن بذار حرفش را بزنه آروم باشه آره الان میگم بهش میگم باشه شما یه نفر اومده تو خونتون حووته خودت هم با دستای خودت آوردیش برای اینکه بچه دار بشه اما نشده وبال گردنت اگه راست میگوی اسم حووش چیه؟ اسم حووش نمیخوام اول حرف زینته فاش رشید دست گرد نکنی چی کسی رو بودی؟ واقعا راست میگی؟ اخمون خودشه یعنی رخت خودشم باید جمع کنه بره وای دیگه اصلا رخت و لباسم هم باید جمع کنه بره دیگه نه بابا بله رشید این همه چی رو میدونه خب ببین اینقدر از گذشته نگو خون بیجیگرم نکن از آینده بگو اگه میدونی چی میشه این از اینجا میره نمیره بچه دار میشه نمیشه من باید چی کار کنم تو رو خدا آقا شما به دادم برسی فقط این همون ده ثانیه یه ثانیه شو تمام خب بابا بگو دیگه بقیه همجوری حرف میزنم آینده بله راست میگی از گذشته حرف نزن آره که دلم تنگ هنوز بله و آینده آره آینده دم پیش منه خب بگو بگو پیش منه به این نگاه پیش منه آره بابا پیش منه خب بگید دیگه آقا این ببین راهش دست منه باید بینیم و سامیرزا زن بگیریم چی؟ ببین تعصب به قرار رده ناراحتم نشی و عصبانی هم خب خب همون جوری که این زن رو گرفتیم
با هم داریم یه زن دیگه بگیریم. یعنی چی؟ یعنی چی ندارم؟ خودم رو با این بدبخت کردم، یه زن دیگه هم بردارم بیارم توی خونه، یعنی چی آخرش؟ چی یعنی با این یکی خوشبخت کنی؟ ببین تو اول رفت با یه دقیقه حرف نزن، اون مادره، اون مادراتون دوتاییتون حرف نزنید. باز میگه دوتاییتون بگو. تمرکز این بیچاره به هم میباره. خب بگو. اتصال از من میره ها. مردشون اتصال تو دارم حالمو به هم زد. ببین باید بری به یه زنی بگیری که بچه دار میشن. تو رفتی اینو گرفتی که بچه دار میشن. آره. اما بچه دار نشون. حالا یکی رو باید بگیری بچه دار بشه. بچه یا میرزا بچه تو دیگه. آره بچه منم میشه. آره. من یکی رو میشناسم که بچه دار بشه. خب منم این خب آره چی البته با این کار دو تا نتیجه میگیریم. یکی این که آمیرزا بچه دار میشن. بچه آمیرزا بچه کیه؟ من بچه منه. نه بچه توه. گیجم کرد بابا، من اینم گرفتم که بچه دار بشه نشد. من از کجا بدونم اون یکی هم بگیرم بیارم مثل این نشه؟ نتیجه دومش اینه که این خانومه میفهمه هوو بودن، هوو داشتن یعنی چی. دیگه هوو نمیشه. حالا اون وقت معنی این شعر رو میفهمه. اومده هوو شده. معنی این که میگه هوو هوو دارم هوو، دل بیقرارم هوو، روزی که هوون نداشتم چه روزگاری داشتم، یه چش داشتم یه همچه، حالا هوو کرده همچه، یه دست داشتم یه همچه، حالا هوو کرده همچه، یه پا داشتم یه همچه، حالا هوو کرده همچه. میدونی چی آقا؟ این حرفا تو کت من نمیره. من رفتم از در و همسایه و بقال و چقال و همه سوال کردم، گفتم بابا این دختره میزاد، آخرش هم که اومد بچه نیاورد که هیچی، منم داره بدبخت میکنه، داره مغازرم از چنگ مظفر در میاره. نقطه یه چیز دارت میبینه به چشه، داره میره سر کاره. کی داره میره سر کارش؟ همون خانومه. کدوم خانومه؟ بچه اینجوری صدا در میاری یا خانومه؟ صدا بچه میشنمم، هم در تالهش. از کجا معلوم که این خانوم به اسم بچه نیاد کل مال و ملال مظفر رو جمع کنه برداره ببره؟ دیکی چی میگه؟ مال مظفر، مال و ملال مظفر. خودش انقدر مال و ملال داره، مال و ملال مظفر یک هزارم مال و ملالش هم نیست، اصلا چشمش نداره. تازه مال و ملالم تو زندگی مظفر میاره. نه بابا. بله بله. بندر داره، باغ داره، بونگا داره، شرکت داره، ماشین داره. انقدر چیزی خودش داره. میبینم همه رو میبینم در آیندهشه. با همین یه دونه هبوشم نتونستم، حالا بشن دو تا هبو، من چیکار کنم اون وقت دیگه؟ چه خاکی به سرم به سرم بریزم؟ اون که هووی تو نمیشه، هووی این یکی میشه. اتفاقا هوای تو رو داره. با تو مهربون. اصلا رشید من میرم. درست میشه. بابا نرم. بابا مگه نمیبینی چی کار میکنه؟ اصلا حرف من رو قبول نداره. یه خیار بش بده. نمیخواد خیار، بذار حرفمو بزنم. صبر کن ببینم. اتصال برقرار. نرم. بذار برم. نه. میگه نرم. میگه نه رو آره برم. ببین من نمیتونم همینجوری سرسری رضایت بدم. میفهمی چی میگم؟ من باید اون آدمو ببینم. بابا سر همینم هم اینجوری گول خوردم بدبخت شدم دیگه. بابا. نمیشه. من برم ببینمش، باش حرف بزنم، اصلا ببینم کیه، کجاست، چیکارش. حالا شاید یه درصد شاید راز. ببین من اصلا دارم میبینمش. میبینی؟ بیای من گوش. من میام. آره. دارم میبینمش. وای چه اربابیه. اربابه؟ چه شوکتی داره. همش تو بورسای مختلفه. کوالالامپور، شینهوا، این ور اون ور کشورهای مختلف. وای بچه هم میبینم. وای این دفعه دیگه بچه داره دنبالش میدونم. بچه داره را میره، یعنی بچه داره خودش. بچه یه همه احساس دیگه. آها بچه مظفر دارم. پسره یا دختره؟ یا دختره. آه یا دختره. نه میگم پسره یا دختره. نمیدونم یه انتیتش الان معلومه. بذار به وقتش میبینیش. برو کنار. خب من کنارم. جون تمام کسایی که دوست داری 10 ثانیه ساکت باش. چقدر تکرار میکنه اینه؟ نقطه. کی به کی میگه تکرار میکنی؟ ساکت باش. ما از دفتر کارش رو بردیم. دفتر؟
کار میکنه خودش؟ بله، تجارت خونه داره. رفت تو باغ میوه. چه خوب. دارن میوه ها رو بار میزنن برای میدون. اگه کار کنه دیگه بچه رو من نگه میدارم. چقدر خوب. داره پی حساب بانکیشو چک میکنه. حساب اینقدر ثروتمنده. اون و نزدیک 20 تا بانک خوب. فقط پولشون رو از حساب این میگرده. بله. اصلا این پولشو بکشه بورس میخوره. خب میگم اینجور آدمی رو من چجوری باید راضی کنم که زن مزفر بشه؟ راضی کردنش با من. راست میگی؟ شما فقط رضایت بده. رضایت؟ بقیه کارش با من. خیلی دوست دارم. ولی تو هم ببین. ای بابا، هم خودش میبینه هم این. آخه یعنی چی؟ این اتصاله ماورا. آقا میدونی چیه؟ من خیلی دوست دارم رضایت بدم ولی نمیتونم. باید حتما باش حرف بزنم، حداقل یه بار ببینم این طرف کیه چیه. اینا رو که باید میتونم. باشه بابا جون، رشید یه کاری میکنیم، شما یه بار ببینید. خب این خوب شد. این خوب شد. پس شما رضایت دادین؟ آره آره دیگه. حالا دیگه اجازه بده شما هم رضایت میدین؟ با کی؟ نه شما که رضایت دادی صحبت نکن. بذار ببینم ایشون هم رضایت میده. خب برو کنار، بذار اونو ببینم که رضایت. خب رفتم کنار دیگه. با هم نریم. تو برو، تو وایسا. خب بیا بابا، من که رفتم کنار، اونم رفت. شما برو کنار. ای بابا شما چرا میری کنار عزیز من؟ بذار این خواهرت رفته کنار، ولی شما وایسا. خوش بر سرم این دیونه شد. شما دو تا نقطه بزن. اینم کنار خوبه. آفرین. رضایت دادی شما؟ بله رضایت دادم. آفرین. خیلی ممنون. دیگه بریم سراغ کار خودمون. نمیدونم. نه فکر کنم اون خارت بود. آفرین. بله دیگه اول دیگه دوتامون رضایت دادیم. آره دوتامون. بله. خب خدا به خیر کنه. آره. خب. پیشکوکه این باشه. خیال بردارم. بابا یه میگم یه بشقاب میوه یک چی بیارید میگه دونه خیار بخوره پدر ما رو در آورد. اینا وقت پیشگویی میکنن کلاشن. میدونه که الان یه دیسه باید بذاره جلوش. یه دونه خودم بردارم. نه اونو میخوام. کدومو؟ خب همینو بذار بدم. چه فرقی میکنه؟ کدومو؟ بده. اینو بابا یه با خوش بس برم. این چه پیشگویی که این همه خفه میشه. بابا خفه شد. بیا بذار خودشو بشو. بلندش کن. نه بابا بلندش کن. پیشگویی میکن. بیا بیا. شنا بلد نیست راشید. نه. نه داره دیایی دیگره میبینه. چی میبینی اون زیر؟ چی میبینی تو هست؟ عزیزم نرو تو آب. هنوز داره پیشگویی میکنه رشید. نه طوره نیم بذار ببینه چی میبینه. آقا نه عزیزم آروم باش. بگیر آروم باش. گرفتیش؟ ببین چه پیشگویی برات آوردم. هر کی امشب شو خوشحال در کنار خانواده، دور میزی خالی از فیس و افاده، خالی از فیس و افاده، خالی از فیس و افاده. جمرشیگم 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 بوم، جمرشیگم 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 بوم، جمرشیگم 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 بوم. های بی تجمل صاف و ساده، بی غم و خندون نشسته، نه بد اخلاق نخسته، نه بد اخلاق نخسته، نه دلش از غم شکسته. Thank you.
های درای دای درالای.